ائتلافی متشکل از سازمان‌های حقوق بشری از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است تا در انتخابات پیش روی شورای حقوق بشر که قرار است در 9 اکتبر برگزار شود به کاندیداتوری عربستان سعودی رأی ندهند. این درخواست به دلیل سوابق نقض حقوق بشر در عربستان از جمله کشتار پناهجویان و عدم پاسخگویی به مسائل حقوق بشری مطرح شده است. همکارم در این زمینه گزارشی تعیین نموده که توجه شما را به دیدن آن جلب می‌کنم. یک ائتلاف از سازمان‌های حقوق بشری روز چهارشنبه از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا از رأی دادن به عربستان سعودی در انتخابات شورای حقوق بشر که برای 9 اکتبر برنامه‌ریزی شده است خودداری کنند. این فراخوان به ویژه توسط گروه‌هایی مانند دیدبان حقوق بشر و خدمات بین‌المللی حقوق بشر صادر شده است. این سازمان‌ها به نقض‌های مداوم حقوق بشر در عربستان به عنوان دلیلی برای رد کاندیداتوری این کشور اشاره کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای سعودی در مرز یمن به کشتار جمعی پناهجویان و مهاجران پرداخته‌اند و این کشور همچنان مجازات اعدام به ویژه در مورد شیعیان را به طور گسترده اجرا می‌کند، از جمله اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم خود کودک بودند. سازمان‌های حقوق بشری همچنین به ممنوعیت سفر فعالان حقوق زنان و عدم پاسخگویی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان پس از تأیید نقش او در قتل جمال خاشقجی اشاره کردند. این سازمان‌ها استدلال می‌کنند که عربستان نتوانسته است معیارهای مقرر در قطعنامه 60.251 مجمع عمومی سازمان ملل را رعایت کند که بر تعهد به ترویج و حفاظت از حقوق بشر تأکید دارد. تحلیلگران و فعالان حقوق بشر معتقدند اجازه دادن به عربستان برای کسب کرسی در شورای حقوق بشر می‌تواند به اعتبار این نهاد جهانی لطمه بزند و استانداردهای مورد انتظار از اعضای شورای حقوق بشر را زیر سوال ببرد. این در حالی است که در انتخابات قبلی چین با وجود انتقادات مشابه به شورای حقوق بشر راه یافت. همراه هستیم با مهرداد فرهمند، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل از استانبول. آقای فرهمند سلام و عرض ادب. آقای فرهمند، با توجه به سوابق نقض حقوق بشر در عربستان و درخواست ائتلاف حقوق بشری برای جلوگیری از ورود این کشور به شورای حقوق بشر سازمان ملل، فکر میکنید حضور عربستان در چنین نهادی چه تأثیری بر اعتبار و کارای این شورا خواهد داشت و آیا تلاش این ائتلاف موفقیت آمیز خواهد بود؟ بفرمایید. خب خیلی سخته که این ائتلاف بتونه موفق بشه، چون ما اگر به پیشینه شورای حقوق بشر سازمان ملل نگاه بکنیم دیدیم که عربستان تونسته که با موفقیت قبلا هم در این شورا رأی بیاره، وارد بشه، کرسی بگیره. حتی 6 ماه پیش کمیسیونی در همین شورای حقوق بشر هست که مربوط به حقوق زنان میشه. عربستان سعودی با وجود اینکه خیلی وجهه مثبتی در خصوص حقوق زنان نداره، اما 6 ماه پیش موفق شد که رئیس این شورا بشه و این در حالی است که از لحاظ استانداردهای حقوق زنان، چون شورای حقوق بشر حقوق زنان رو با استانداردهای غربی نگاه میکنه و درسته که در عربستان اخیراً اجازه مثلا رانندگی به بانوان داده شده یا اینکه حجاب اجباری برداشته شده، اما با این حال قوانین این کشور که ملهم از قوانین شرع هست در خصوص زنان همچنان ناهمخوان با استانداردهای غربی است. مثلا در خصوص انفاق، در خصوص اینکه تمکین، اینکه همسر زن باید حتما در هر جا که شوهرش بخواد اقامت کنه، اصولا قوانین شرعی که در خصوص زنان هست، اینها از دید شورای حقوق بشر قوانینی غیر حقوق بشری به حساب میاد. ولی عربستان با اینکه این قوانین هنوز فقط پاورجاست و صرفاً در مسائل مربوط به حجاب و رانندگی و اینها قوانین رو تغییر داده، شاید از برخی دیگر از کشورهای اسلامی خیلی عقب‌تر هم باشد. ولی عربستان شیوهی که داره برای اینکه بتونه مشکلش رو حل کنه و در این شوراها کرسی بگیره، اتکا به نفوذ سیاسی و همچنین نفوذ مالیشه. اصولا در سازمان‌های وابسته به سازمان ملل
هر دولتی که توان مالی بیشتری داشته باشه به خاطر اینکه میتونه بیشتر سهم داشته باشه در هزینه در بودجه سازمان ملل متحد و در هزینه اینکه این سازمان ها میکنند، امکان رأی آوری بیشتری هم داره. و عربستان میدونید که با توجه به امکانات مالیش خیلی در این مؤسسات وابسته به سازمان ملل دارای نفوذه و در اونها حضور داره. در همین مورد 6 ماه پیش که من اشاره کردم در کمیسیون حقوق زنان شورای حقوق بشر، در اونجا با اینکه رئیس این کمیسیون 2 سالانه انتخاب میشه و دو رئیس و رئیسش از فیلیپین بود و این رئیسی که از فیلیپین بود زیر فشار این لابی با اینکه دورش 2 ساله بود پس از 1 سال کنارگیری کرد تا اینکه عربستان بتونه وارد بشه و وقتی هم که رأی گیری میکردن برای انتخاب عربستان هیچ دولتی مخالفت نکرد با انتخاب عربستان، با اینکه همونطور که خدمتتون عرض کردم خیلی عربستان وجهه مناسبی در حوزه حقوق زنان نداره، ولی بدون اینکه اعتراضی بشه بدون اینکه هیچ رقیبی داشته باشه به راحتی ریاست کمیسیون زنان شورای حقوق بشر سازمان ملل رو گرفت. در نتیجه در این ائتلافی هم که به پا شده برای اینکه جلوگیری کنند از اینکه عربستان بتونه کرسی بگیره در شورای حقوق بشر خیلی سخت بشه دید که موفقیتی حاصل بکنند. بله، سپاس از همراهیتون. با تشکر از مهرداد فرهمند، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل از استانبول، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.